76مین مجمع عمومی سازمان ملل. مجمعی از نمایندگان 193 کشور که وقتی به اتفاق آرا تصمیمی بگیرد، رأی آن در ادبیات دیپلماتیک به وجدان جهانی تعبیر می شود. اتفاق آرایی که اینک و در نتیجه اختلاف کشورهای قدرتمند جهان در چشمانداز نزدیک دیده نمی شود. سیاست‌های غرب ستیزانه چین و روسیه در شرق آسیا و خاورمیانه و سیاست آتلانتیک گرایی افراطی دولت دموکرات امریکا و دلخوری متحدانی چون فرانسه و آلمان سایه سنگین خود را بر این اجلاس انداخته است. صدای واحد متحدان پیروز پس از جنگ دوم جهانی همواره موتور حرکت اتحاد اتفاق در مجمع عمومی سازمان ملل بوده. حالا اما اتخاذ رویکرد واحدی بر سر موضوعاتی چون حقوق بشر، تغییرات آب و هوایی و مبارزه با تروریسم و صلح جهانی چندان در دسترس به نظر نمی رسد. بالا گرفتن تنش بین فرانسه و امریکا بر سر معاهده امنیتی جدید در منطقه هند و اقیانوسیه تا جایی پیش رفته که فرانسه سفرای خود را از واشنگتن و کامبرا فراخوانده است. کنار گذاشتن متحد فرانسوی از قراردادهای نظامی سایه سنگین اختلافات میان متحدان را بر سر اجلاس سران انداخته است. کنفرانس‌های مهم در حاشیه جلسه مجمع یعنی تغییرات اقلیمی، تنوع زیستی، نابودی جنگل‌ها، نشست انرژی و اقیانوس‌ها تحت تأثیر این منازعات جدید قرار گرفته. پیام اصلی من اینه که وقتش زنگ خطر را به صدا در بیاریم. ما در آستانه آوار شدن یک مصیبت هستیم و در مسیر اشتباهی حرکت می‌کنیم. به واکسیناسیون نگاه کنید، به مشکلات متحد کردن کشورها نگاه کنید، به بالا رفتن درگیری‌های ماه‌های اخیر. ما باید مسیر را عوض کنیم و باید بیدار بشویم. خطاب به رهبران می‌گویم: بیدار شوید، مسیر را تغییر دهید، متحد شوید و بیایید سعی کنیم چالش‌های عظیمی را که امروز با آن مواجه هستیم شکست دهیم. به نظر می‌رسد در مورد موضوع هسته‌ای ایران هم باید منتظر معادلات جدیدی در مذاکرات هسته‌ای بود. رئیس جمهور ایران که از فردای انتخابش علاقه خود را به مراودات رده بالا با سران کشورها نشان داده، با تماس تلفنی با مکرون رئیس جمهور فرانسه نشان داد که آماده بهره برداری از این اختلافات است. رئیسی در اجلاس سران شرکت نمی کند و دلیل آن را همه‌گیری کرونا اعلام کرده، موضوعی که با شرکت فعال او در اجلاس شانگهای جدی گرفته نشده. بسیاری دلیل آن را نگرانی سران جمهوری اسلامی از قرار داشتن رئیس جمهور جدید در فهرست تحریم جنایتکاران علیه بشریت و بیم از بازداشت او می‌دانند. چندی پیش شماری از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی از جو بایدن رئیس جمهور خواستند که اجازه ورود ابراهیم رئیسی به خاک آمریکا را ندهد، درخواستی که با تمایل کلی دموکرات‌ها برای رسیدن به توافقی هسته‌ای با ایران در تضاد قرار دارد، هدفی که تحقق آن با اختلافات جدید در جبهه متحدان سابق چندان قابل حصول هم به نظر نمی رسد. حالا در میانه نگرانی های بین المللی بر سر موضوعات اساسی و اختلاف بین قدرت های بزرگ جهانی به نظر می رسد سیاست های مغایر با روندهای جهانی فرصت بروز بیشتری بیابد. شاید دیدار برنامه ریزی شده وزیر امور خارجه جدید جمهوری اسلامی با همتایان خود در گروه 4 به علاوه 1 آن هم در خاک امریکا را بتوان یکی از آن نشانه ها دانست. سیامک قادری، واشنگتن دی سی.